درسته، خیلی ممنون. این که آقای روحانی میگه من، یعنی دولت 11 و برجام سایه جنگ رو از ایران دور کرده، درسته؟ دوبار این ادعا توی کشور ما اتفاق افتاد. یکی در دوره اصلاحات اول که بعضی از وزرای اون دولت مصاحبه میکردن، میگفتن ما اصلاح طلبان اگر سر کار نمی اومدیم جنگ میشد، امریکایی ها جنگ میکردن با ایران. یکی هم اظهارات اخیری که حالا شما اشاره کردید و مطرح شد که ما مثلا اگر سر کار نمی اومدیم جنگ میشد و یا برجام مثلا جنگ میشد اگر ما به سامان نمیرسید. به نظر من اینها خوشبینانه قضاوت کنیم توهمه، واقعیت نداره. ما یک وقتی آقای جورج بوش پسر در امریکا رئیس جمهور بود و هر هفته توی مصاحبهاش میگفت که گزینه‌های نظامی روی میزه. دیگه این اواخر به تمسخر تبدیل شده بود، اما همیشه این تهدید رو میکردن که گزینه نظامی روی میز هست. حتی میگفتن که مثلا افغانستان رو که حمله کردن بعدش بنا بود به ایران حمله کنن، که بعد به عراق حمله کردن، بعد از عراق زمزمه میکردن که میخوان به ایران هم حمله. شاید امریکایی‌ها دلشون می‌خواست. همون موقع فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دستور دادن که این تهدیدات و این ادعاها اینا رو بررسی بکنید. ما در شورای عالی امنیت ملی وزرای دفاع، اطلاعات، خارجه و فرماندهان عالی نظامی اینا جلسات مختلفی برگزار کردیم و دو موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم. یک، امکان حمله نظامی برای امریکا. دو، امکان عملیاتی شدن چنین کاری بالقوه و بالفعل. آیا چنین حرکتی رو امریکا میتوانه بکنه یا نه؟ فرماندهان نظامی ما تحلیل کردن که از منظر نظامی امریکایی‌ها میتونن بدون این که بیان به خلیج فارس این امکان رو دارن که حتی از مدیترانه یا از اقیانوس هند به صورت ایزایی ایران رو مورد حمله قرار بدن. حالا موشک بندازن یا کارهای از این قبیل بکنن یا از یه فضای استفاده کنن، بمبی بندازن، ولی کاملا در ابهام براشون ورود به یک جنگ تمام عیار. ما در اونجا به لحاظ تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که برای امریکایی‌ها یک چنین امکانی عملا وجود نداره. اگر امریکایی‌ها با ایران وارد جنگ بشن، یعنی خط مقدمی که باید او رو اداره بکنن از مرز چین شروع میشه، میاد تا مرز فلسطین اشغالی، یعنی افغانستان، ایران، عراق، به تبع سوریه و میره تا مرز فلسطین اشغالی. هیچ فرماندهی نظامی نمیتوانه یک چنین خط طولانی چند هزار کیلومتری رو مدیریت جبهه‌ای بکنه. البته ما در اونجا یه پیام سری برای امریکا فرستادیم و برای امریکایی‌ها تبیین کردیم و تشریح کردیم که اگر شما بخواهید دست از پا خطا کنید و حمله کنید چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما گوشه ای از اون اتفاقات رو برای امریکایی‌ها باز کردیم.
آقای جورج بوش پسر که در دو سال آخر حکمرانیش هر روز یا هر هفته این تهدید رو میکرد، آرزو به دل از کاخ سفید رفت و چون این جنگی رو نتوانست تحمیل بکنه بر ما تا زمانی که آقای اوباما اومد سر کار. بنابراین اون که در اوج قصه بود با اومدن نوکانها، نومحافظه‌کاران در امریکا، با اون رویکرد خشنی که اونها دارند و فلان اینها، چنین غلطی نمیتوانستند بکنند. بنابراین امر بر دوستان ما مشتبه نشه. من فکر میکنم که اونها باید پاسخگوی این نکته باشند که چرا این همه خوشبینی نسبت به امریکا. این قسمت سوال نیاز به پاسخ داره. این خوشبینی موجب شد که ما در عرصه‌ای که برجام دچار وادادگی بشیم. این خوشبینی موجب شد که ما فکر کنیم همه مسائل حل شده. و همونطور که در سال اول مرور کردیم، امریکا طبیعتش این هست. یه جمله بسیار زیبایی مقام معظم رهبری دارن. چون برای جوانان این سوال مطرح نیست، ما مطرح همیشه هست که ما تا کی باید مقاومت بکنیم. و پاسخ مقام معظم رهبری این بوده که تا جایی که امریکایی‌ها به این یقین برسند که برای شما نمیتونن سلطه و غلبه پیدا بکنن. من معتقدم اون زمان رسیده الان. یعنی ما در این شرایطی که الان هستیم، امریکایی‌ها تمام زورشون رو آوردن بعد از خروجشون از برجام، تمام زورشون رو آوردن. امریکایی‌ها تمام برخوردهایی که از ما آموختن و خودشون هم تجربه کردن، همه اونها رو خزانه‌داری امریکا الان داره به کار میگیره که در یک سال آینده تنها گزینه‌ای که براش باقی مونده رو بیاد و به اصطلاح دش بکنه و عملیاتی بکنه، و اون این هست که یک جا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو شکست بده، به دلیل اینکه هر چی در منطقه گشت موفق نشد. تصورش این هست یا الغایی که میکنه این هست که ما در سوریه شکست خوردیم به واسطه ایران، ما در عراق شکست خوردیم به واسطه ایران، ما در افغانستان شکست خوردیم به واسطه ایران. من نمیخوام قضاوت بکنم این درست یا غلطه، اما تصور امریکا و یا حداقل الغای امریکایی ها اینه که ما شکست هامون، چون ببینید در افغانستان حتی مردم امریکا به این قضاوت رسیدند که امریکا در افغانستان پیروز نبود. الان 17 سال امریکا در افغانستانه، کدوم پیروزی؟ دو تا سه تا شعار داده بود از حمله به افغانستان، هیچ کدومش محقق نشد. آیا افغانستان امن‌تر شد؟ نه. آیا اون موقع میگفتن طالبان یا القاعده برچیده شد؟ نه. اون موقع هر کس میگفت طالبان میگفتن افغانستان، الان میگن طالبان پاکستانی. یعنی طالبانیزم و القاعده ایزم منتشر شده در منطقه، پس شما منطقه رو امن نکردید. به همین دلیل هم جورج بوش پسر بعد از حمله به افغانستان، چون پیروز نتونست بشه در انتخابات جمهوری خواهان، شکست خوردن توی امریکا و اوباما اومد سر کار. با عربستان همراهی کردن، عربستان در چارچوب اهداف دیگری به یمن حمله کرد، متقاعد کرد دولت اوباما رو که ما ظرف دو هفته کار یمن رو تمام میکنیم. عربستانی که 100 سال الان از موجودیتش میگذره، 100 سال داره سلاح میخره، 100 سال هم هست تو هیچ جنگی وارد نشده، برای اولین بار بعد از خرید 100 ساله همه تجهیزات نظامی به یک کشوری حمله میکنه که هواپیماش نمیپرن، تانکی برای جنگ نداره،
و همه فضاهای کشورش بازه برای اینکه شما بمبارانش بکنید. و الان بیش از 3 سال گذشته و موفق نشدید. آقای اوباما در اواخر 1 سال آخر به سعودی ها فشار آورد که آقا برید به طرف حل سیاسی مسئله یمن. وزیر خارجه اسبق امریکا که سیاه‌پوست بود، ایشون توی مصاحبه میگه عربستانی‌ها فریب دادن ما رو، گفتن ما ظرف 3 هفته یا 2 هفته یمن رو کارش رو تمام میکنیم. اوباما فشار آورد، سعودی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری رفتن پشت سر جمهوری خواهان، رفتن پشت سر آقای ترامپ و از او حمایت کردن. و وقتی ترامپ اومد سر کار، با توجه به تیپولوژی و شخصیتی که داشت، تایید ترامپ رو گرفتن برای اینکه جنگ رو ادامه بدن. همین جمهوری خواهان و همین آقای ترامپی که 2 سال پیش بهشون دوباره تایید دادن، یک سال خورده پیش و 1 سال خورده دارن می جنگن، الان توی کنگره امریکا و توی عرصوت که سنای امریکا دارن قطعنامه می گذرونن که عربستان سلاح ندیم و بایستی چیز بشه، بایستی جنگ یمن تمام بشه. خب اینا شکسته. بله. اینا الان امریکایی‌ها در 1 سال آینده، من اینجا مایلم به مخصوصا نسل جوان و به همه ملت ایران عرض بکنم، ما در به تعبیر امریکا توی آخرین معامله قرن نیستیم، ما توی آخرین مساف قرن هستیم و در این آخرین مساف امریکایی‌ها یک گزینه دارن، ما هم یک گزینه. گزینه امریکایی‌ها این هست که ما رو شکست بدن. همه فشارها رو هم خواهند آورد. توی سیستم بانک مرکزی ما، توی سیستم فروش نفت ما، توی سیستم ارز ما، توی سیستم واردات صادرات ما، توی سیستم ترانزکشن ها و نقل و انتقال های مالی ما در دنیا، همه اینجاها رو سعی میکنن تحت تاثیر قرار بدن. تا شکست بدن ما رو و بگن که ما روی کردمون درست بوده، روی کرد مبتنی بر این که منطق ما قدرت ماست، ما چون قدرت داشتیم بالاخره پیروز شدیم. جمهوری اسلامی هم یک گزینه بیشتر نداره در این جنگ آخر، در این مساف آخر با امریکایی‌ها، و اون این هست که ما حتما باید پیروز بشیم. البته شرایط بر ما سخت خواهد بود در 1 سال آینده. به همین دلیل چند پیش در صحبتی که با جوان‌ها داشتن مقام معظم رهبری اشاره کردن در اونجا، و یا با مردم قم بود نمیدونم دقیقاً، در یک از سخنرانی‌های اخیرشون گفتن ملت ایران مراقب سال 98 باشه. بله. یعنی ما سال 98 عرصوت که ویژه‌ای رو در پیش داریم، و اگر این اتفاق بیفتد که ما نشکنیم، انقلاب اسلامی نشکنه و ما ارثیه امام رو بتونیم نگه داریم، اون وقت دولت مردان امریکا مواجه با اوغلای امریکا و اعتراض اوغلای امریکا خواهند شد که بسه، همین چیزی که الان توی روزنامه هاشون داره میاد، همین قضاوتی که دارن میکنن که بابا شما 40 ساله دارید میگید که ما این ایران رو شکست میدیم و نتونستید، بیایید مشیتون رو عوض کنید، استراتژیتون رو عوض کنید، بیایید از در دیگری در بیایید با ایران، نه از در جنگ و عداوت و کینه و نفرت و برخورد. در حالی که ما کمک کرده بودیم برای در دهه 60 برای گروگان‌های امریکایی و انگلیسی که از لبنان آزاد بشن، زمان مرحوم آیت الله هاشمی، آقای جورج بوش پدر سخنرانی میکنه، از همه کشورها تشکر میکنه جز از ایران، در حالی که نقش کلیدی ایران داشت اون موقع، آقای ولایتی، آیت‌الله ولایتی، آقای ارشد که گنشر وزیر خارجه آلمان و وزیر خارجه فرانسه، گاهی 1 هفته 10 روز 15 روز توی سوریه یا توی لبنان با هم میموندن برای اینکه کمک کنن به حل یک مشکلی. ما امریکا رو به این نتیجه باید برسانیم که تا زمانی که از در جنگ در میایید ما کارمون دفاعه و مقاومت میکنیم.
اما اگر سیاستاتون رو عوض بکنید، همون گونه که رهبری گفتن، ما که تا آخر نمیخوایم با امریکا رابطه نداشته باشیم. ما یک روز ممکنه رابطمون هم با امریکا اثر گرفته بشه. منتها این مبتنیست بر یک رویکرد جدیدی که در کاخ سفید باید طراحی بشه. ما چون این طراحی رو در حال حاضر نمیبینیم. درسته؟